سلام، خوش اومدیم به گنگترین کانال رپ فارسی رونات. برگشتیم در گنگترین شب رپ فارسی با ترکی بسیار گنگ از پوری به اسم تروی. خب با کاوری بسیار باز گنگر. خب میدید چرا کفدر اون وزاد گذاشته در صحنه؟ نمیدونم چیش میگن، یه حرم یه واقعیت به اسم واسش الله نوشته. خب چون گاد پوری، گاد الله پوری و خلاصه اون داستانه به اسم آهنگ تروی. تروی اگه یادتون باشه فیلمش حالا دیده باشین یا اگه داستانو بدونید، خب یه اسبی دادن اون داخل، وسطش سربازا قائم شده بودن، از داخل قلعه رو متلاشی کردن ترکوندنش، ولی آشیل آخر یه تیر خورد تو پاش مردش متاسفانه. من اونجا خیلی ناراحت شدم. آقا بگذاریم، شنیدم که دیگه همه میدونستیم با آقای دیسه ای دون داستان باید باشه و اون دوتا داستان ها ما واقعیت نمیدم اون استراتژی اون دوتا ترک قبلی چی بود، یعنی هنوز متوجه شدم، فکر میکردم برای تله باشه ولی خب شاید هم نبوده، شدم فهم قصده مثلا یه چک به مارکتر بزنه بگه منم هستم و بعد دوباره اصل کاری رو بزنه. خب یوتیوب گرمش کنم. آره یوتیوب گرمش بکنه. دقیقاً آجی چقدر ترک دارن که فقط دوتا میدن واسه گرم کردن یوتیوب. زیاد صحبت نکنیم، بریم هم شروع کنیم. فقط قبلش یاد نره پی لایک سابسکرایب زنگون رو بزنید، هشتگ گنگ چنل رو کامنت پاره کنید، بریم که ویدیو رو با هم شروع کنیم. آخ دست فروشی و شاتان آیفون و امدادا کیو میخوای گول بزنی داداش؟ این دیسه داره قصه رو آوردن سیخ بکنن. هوندا بچا تتو کردن، چرا گربه سیاه و بازار نمکی. واو کشتیگیر پو 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 پا 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 کفاتر کفاتر جمع کفترها استوری هنگی گذاشته بودش که همین گفت آماده اید و اینا، همین تو رینگ بود، تو رینگ بوکس کنم بودش، درسته؟ قوی بوده، هرچی بوده قوی بزنم، اینجا رینگ نبودش، رینگ بود سوپر گوشتو با رینگ نیستش یه جی تو باشگاه هم باشگاه نظره. بعد آقا من اتفاقا امروز یه ویدیو از گادپوری گرفتم. خب گوشیم کو بهت نشون میدم وایسا. اینجا امروز گادپوری داشتش راه میرفت واقعیت، من ویدیوشو گرفتم که آره دمش گرم. یه سوال پرسیدم گفتش که خبر داد که قرار آهنگ بیاد. خب گفتم شاید شوخی میکنه. برو بریم پو 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 بری. یه دور همتون زدم دیگه روونه تو میره. شما که هنوزم تیمی تو که زبونتون گیره، خرج افتامتون میدم فاتحتون هم میخونم. فکر کردی گادپوری امونه تو میده؟ دل و روده دروغاتو میریزم رو زمین، همین یه بار همه بشن قریبه با ترپری یا کسلیس علی نجات تو کلمه قرق میکنم. اوه داداش دیگه اینقدر سریع که نباید پاره پوره کنیم. یه که دوتایی زبونتون گیره، هنوز لک نزبون نمیتونی حرف بزنید. خب آره رپر یا کسلیس علی نجات داره به فرایی میگه، من نمیدونم اینا چه کارهایی تو توییتر با هم دیگه کردم، ولی به هر حال اون موقع که میاد 80 علی نجات نشون میداد واسه اینا دیگه، از اون موقع رابطهشون شروع شد متوجه ای دیگه هم نمیاد بازم حالا اسمش اومد تو این بیف یا نیومد یادم نمیاد. خب روزم تیمی تو که زبونتون گیره، خرج افتامتون میدم فاتحتون هم میخونم. فکر کردی گادپوری امونتون میده؟ دل و روده دروغاتو میریزم رو زمین، همین یه بار همه بشن غریبه با ترپری یا کسلیس علی نجات تو کلمه غرق میکنم تو نی غریق نجات. آدم فروش نداره تو قبیله جا، یه مصرع خود صدام هرستون درو شما که جنستون خراب شده زپتون حالا یه جوری که دل فنات الان برات بشه کباب بگیرش بتمو طلا گوشات نمیده به کفا لگنتو میشکنم رو زمین بشه. عجیب فلا مالریه، پوری دیوونه است پوری. ببین میگه بابا نه تو بی فچه خوشگل چی میگفت؟ خب آجی اصلا یه امونتو میده وای میگه یه بیت از خودتو زدم خرج افتامتو میدم چلو اونجا که مثلا میگفت همون بیت همین رو داشت میگفت. خب میگوش یه فکر کردین اون موقع فرده میگفت فکر کردی مثلا فرده یه امونتو میده یه هم چیزی ملتفه در امونتو میده اگه این لفظ خودش بودش نه بابا گفته بود. توه... اوکی. این فرس فدایی بود که میگفت فکر کردی ملتفت امونتون میده اینجا درگردوندش. خب یه مصرع خود صدم هرستون در چما که جنستون خراب شده زپتون حالا یه جوری که دل فنات الان برات بشه کباب بگیرش به تمو طلا گوشات نمیده به کفا لگنتو میشکنم رو زمین بشی ولو زیر زانوها میذارم سراتونو مثل فلوید خدا رفت فارس میکنه همه رو ترور گلادیاتورم باشی الان جلو تا یه تروی آسو 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 گلادیاتورم باشی الان جلو تا یه تروی. خب متوجه این چون به هر حال بحث یونان باستان و این صحبت اشاره کرد که تروی میزنتت. خب دیگه اصلا به داستان گلادیاتور هم نمیرسه چون گلادیاتور ادبیات بود خلاصه. بعد باز یه لفظی هم استفاده کرد گفت میزنم از زمین لگنت بشکنه. آره و گفت گرنت میزنم مثل فلوید هم که اون سیاه‌پوسته که توی آمریکا. آره داستان لگن اونجا بودش که فده میگفت من جودوکارم بعد
حسین بهش گفتش که آقا ما جودو چیه، مثلا میکشم یه خشاب روز بشی مسیح علی نجات. خب بعد اون گفتش که جودو وقتی میفهمی چیه، وقتی که خورد زمین لگنت شکست. حالا اینجا هم میدارم میگم من میزنم باز لگنتو میشکونم، یه همچین استایلی. از اون طرف افیم گفتی فلوید بیچاره رو که اگه یادتون باشه گذاشتن زمین پاشو گذاشتن رو گردنشون تا یارو مردش جان به جان آفرین تسلیم کرد. متوجه لگن تو میشکنم رو زمین بشی ولوسی رزانوها میذارم سراتون رو مثل فلوید. خدا رپ فارس میکنه همانو ترور گلادیاتورم باشی الان جلو تگی تروی آسو پاسو ناسو پاس تیم جاکش جمع گاد پوری کرده آشو لاش کنه آتون جوش میزن و روشون به کار ماش زبون ماش داغ میذارم و رپ فارسی آج واج باخ میدی جلو من به تو روی هیچ وستی هر کاری کنی بازم نوچه هیچ کسی جز فید کردنت ندارم قصی رو سر گارسون پورت میشه پیش دستی هر کاری کنی نوچه هیچ کسی نوچه هیچ کسی زدم بهت نه نه زدم فکرم یه چیزی شد. آخ تاجی آکیو مگو یه چیز قوی میخواستم بهتون بگم. خب انقدر حرف زدن یادم رفتش، شاید تو میفصل خونه میخواستم بگم اون من فکر میکنم اون تلس اونجایی که گفتش که زانو میذارم روی گردنتون مثل فلویچون از اون حرفاست که الان اون وریا بیان بحث حقوق بشر رو بیان دمیدن و میگن تو مثلا نجات پرستی و این حرفا چی حرف میزدی که بعد احتمالا یه بیت حاضر کرده دوباره واسه برگشت اون مثل دفعه قبلی. میتونه خب؟ میتونه باشه میتونه باشه. بعد اینجا گفته چی گفتش که میذارم یه ماچ، گفتم جاش جوش میزنه اگه ماچ بکارم رو گونه هاتون. خب سیبیله، خب واقعیت زخمی میکنه فکر کنم داستان به این ربط داشته باشه. بته تو روی هیچ بستی. خب چون که حاجی اومدم برای فیت کردن دیگه راهی نمونده واسه قسم فیت کردن تو فیت حاجی پشام 4 دقیقه میخوام همینو بریم جلو این بازم نوچه هیچ کسی جز فیت کردنت ندارم قسم رو سر گارسون پورت میشه پیش دستی. خوبه تو میخوام در اومده اشکات بینم ترس اشتاد کسی میخوره پشمان تو بروشو پس داد هرکی که منو نشتاد بازیش نشو اشکات واو داداش خیلی قضیه وحشتناک شد خیلی قضیه وحشتناک شد. اخ بازیش نشو اشکات اونقای گفتم بازیش نشو بازیش نشو آخر خودش رو دوباره رسید هشتادو میشه پیش دستی خوبه تو میخوام در اومده اشکات بینم ترس اشتاد کز میخوره پشمان وای میگه خوبه تو میخوام در اومده اشکات بیرهتر از 80. خب ترک هشمین که ما ترکمون از اونم بیرهتر یا اینکه اون بیرهتر از اون حرکت میخوام واسه تون بیایم این خوبه تو میخوام. خب حاج اینم یادم نمیاد به حسین گفته بود یادم رفته. خب به هیچ کس داشت میگفت هم چیزی میگفت که خوبه تو میخوایم فلان این حرفا یا شاید هم به زد بازی داشت نه فکر کنم به حسین توی یکی از این ترک ها میگفتش حالا یادم رفته این لفظو داره با لفظای خودش میزدش میگه خلاصه با فرار کن یه همچین استایلی میرم ترس 80 کس میخوره پشمات در اومد اشکات چی به خدا صدا داره من بهت میگم بازیش شدی اشکات بازیش اشکات چوب خدا صدا داره. خب من بهت میگم یعنی خود خدا داره بهت میگه داداش چوب صدا این چوب این خود صدا اشتباه کردی اومدی اینجا اشتباه کرد جای در اشتباهی رو زدی داداش در اشتباهی زدی الان دیگه اومدیم افتادی توش به مرگ و خلاصه این که وضع خرابه وضع خرابه داداش نیم اول کلن با هیچ فدایی همون شد چی به خدا صدا داره من بهت میگم بازش شدی اشکات بای چرا در اومده اشکات دیدم ترس اشکات کس میخوره پشمان تو بونوشو پس داد هرکی که منو نشتاق بازش نشو اشکات چرا در اومده اشکات دیدم ترس اشکات کس میخوره پشمان چی به خدا صدا داره من بهت میگم بازش شدی اشکات رد میکنم یه لحظه استوب بزنیم خب حاجی تا اینجا خیلی قدر ببینیم بعدش میشه 4 دقیقه یه حالت فاتحه توری داره میاد جلو چون اونم 4 دقیقه اینا بودش فکر کنم دیگه درسته ببینیم که آره طب یه بازیشه نشو بعد میگه بازیشه شدی آره میخواد بازیشه شد دیگه قدیم بود تو دیگه دیگه شدی دادش خب موقعی که در اشتباهی زدی شدی ولی میگم حاجی چه داستانی امشب شروع بشه ما که میخوای بخوابیم ببینم حالا چه خبره دیگه بازه چه شدی اشکام رد میکنم نه خصوصا الا لباتون یه جوری که دل آزادم به سوس براتون شاهینم باشی کفتر میچینه پراتون این دیگه دیزنی میشه آمپول هواتون یه وجب رو شاهینم میگه رد میکنم از را لباتون خب شاهینم باشی میبینی بعد این کفتر خب یه جوری پراتون رو میکنم به سوز دل آزاده براتون آره. خب متوجه ای آزاده هیچی هست اون که دیگه جدا شدن دیگه و شاهین هم باشی میجوره چی گفت شاهین باشی مثلا الا لباتون یه جوری که دل آزادم به سوس براتون شاهین هم باشی کفتر میچینه پراتون این دیگه دیزنی میشه آمپول هواتون یه وجب روغن رو آشی که برات پختم کپسول چیه بار کامیون تخمم هی به ما گفتن رو هم همتون رو میکنم من درات گفتم پر دیدم دسته چلو قافیه میزنم پ
پر بیام خب اتیکت استوریش بود. خب آجی اصلا نمیدونم چی بگم. پر بیا افسده تو بزن. نمیدونم چی بگم برادر من. وضعیت بد خرابه. وضعیت بد خرابه. هی به ما گفتن. هی به ما گفتن. رو هم همه تونو میکنم مدرات گفتن. گفتم پر بیا پر بیدن دسته. چلو قافیه میذارم جلوت گشتت شه. عباد شکسته. تو انگوش شسته. اینجا قطگاه رف فارس بوم بسته. هیچ کس رفت به خودتون دادی ترفی. مثل مهدی ها رو توییتر بکن تهدید. دندوناتو میریزمش مثل دونه تسبیح. برای فست بره 1500 تسبیح. به پودی دیست. یه کاری واسط میکنم که 1500 تسبیح واسط پست بره. دندوناتو میریزم وسط. خب یعنی با این همین قافیه و فلان و این صحبت و با این کارهایی که توی رپ وسط انجام میدم متوجه ای؟ هی بهت گفتم دارم چیکار میکنم درجت کفرم به هیپوپوجیست کنم بوده و میگفت کپسول چیه؟ باره کامیون تخمم کپسول اصلا آلبوم هیپوپوجیست بود دیگه. راست میگی کپسول چی؟ من داشتم میگم کپسول چیه داستانه. من فکرم داره به تخمای کپسولی صحبت در مورد اون داره صحبت میکنه. چلو قافیه میذارم جلوت گشتت شه. عباد شکسته تو انگوش شسته. اینجا قطگاه رف فارس بوم بسته. هیچ کس رفت خودتون دادی ترفی. مثل مهدی ها رو توییتر بکن تهدید. اینجا رو خب میگه که هیچ کس رفت دیگه. شما تو شدی مثلا هیچ کس داستان. خب رئیس دیگه ترفی خود دیگه اومد شد فدایی داستان و خلاصه این حرفا متوجهی. حالا این داستان کپسول جفتش میخوره به نظر من، چون میگه هم میگه توخ بای من بار کامیون اینقدر گنده است، هم که تو هم کپسول گفتی میخوره بشه. به خودتون دادی ترفی. مثل مهدی ها رو توییتر بکن تهدید. دندوناتو میریزمش مثل دونه تسبیح. برای فست بره 1500 تسبیح. به پولی دیست دادی تو هم دیگه کافری. شناختمتون دکمتون رو زد قافلی. خوراک یا کریم ها میشی اگه واندی. رپر میخورم ندارم رژیم لاغری. اینا میشه وای وایسا داستان قافلی شد. یه قافلی شناختتون که بل کر رفت. حاجی اینم خیلی توریه قویه ها. توریه قویه که مثلا حالا حرفایی که هیچ کس زد، حالا از یه طرف از یه نگاه دیگه از نگاه قافلی. خب میگه قافلی فهمیده اینجا چه خبره، وضعیت خرابه، ما بریم تا اینجا بدتر شده. خب میگه که تو هم دیگه کافری من دیست دادی. آخ خدا دیست نمیشه فقط کفره. خب آره حالا دیگه حالا هر کی دیست داده ترفی. مثل مهدی ها رو توییتر بکن تهدید. دندوناتو میریزمش مثل دونه تسبیح. برای فست بره 1500 تسبیح. به پودی دیست دادی تو هم دیگه کافری. شناختمتون دکمتون رو زد قافلی. خوراک یا کریم ها میشی اگه واندی. رپر میخورم ندارم رژیم لاغری. اینا میشه شکست رو همه شکستات. خونه رو صورتت میچکر دستات. پوست سر تو میکنم با وسواس. خوردی به کیر قصاب. خوبه تو میخوام در خدایا خدایا خوری به کیر قصاب داداش. اصلا دیگه چی الان که بازار قصاب ها الان داغه. پوستتو میکرم خوری به کیر قصاب ها. این خیلی لفظ بود آجی. من این بعد میگم اینو اینجا اصلا دیگه این همیشه افتاد رو زبونه. این بعد میگم خوره پشمات در اومد عشقات. چی به خدا صدا داره من بهت میگم بازی چه شدی عشقات. چرا در اومد عشقات بیدم تر از عشقات. کس میخوره پشمات تو بونشو پس داد. هرکی که منو نشتاق بازی چه نشو عشقات. چرا در اومد عشقات بیدم تر از عشقات. کس میخوره پشمات چی به خدا صدا داره من بهت میگم بازی چه شدی عشقات. گاد پوری ول کنی میکنه. آقا من یه چیزی فقط بگم. من به عنوان کسی که سالها جدو انجام دادم خب کسایی که کشتی گیرن جدوکارا سخت میتونم بدنشون، یعنی بیشتره وقت. یعنی بهتون بخوام بگم مثلا از هر 10 تا بخوام 10 بگم، از هر 10 تا فایت خب 7 تا کشتیکاره میزنه 3 بار ممکنه جدوکاره بزنه. یعنی یه واقعیتیه. خب اینو گفتم فقط بدونید، فقط اینو از لازه جدا میره که بگیره پرت کنه دیگه. نه جدا حالا بیشتر چون اولا خیلی از لباس استفاده میکنن. جدا از اون کشتیگرا ورزشون خیلی چغرتره. چغرتر از ما واقعیت خودمون جدا انجام دادیم دیگه میدونیم چه جوریه. با اینکه خیلی ها رو میزنه ولی کشتیگرا بعد خیلی قوی و حرفه‌ای باشی بتونی کشتیگیرا رو بزنی. من بهت میگم واسه چی شدی عشقات. گاد پوری ول کنی میکنه رندت. قناری پسی میاد پسی کلت. میدم به تو سردت. چی بوده پروندت. تجاوز با دارو بیوشی به دختر عمت. گفتم به What the fuck من داستانی که من تو تک قبلی گفته آقا یا میگمش نظر بگمش این بود پس او شد حرکت کثیفیه، خیلی کثیفه. بیل کازمی پیدا شد اینجا تو رپ فارسی. برگردیم میکنه رندت. قناری پسی میاد پسی کلت. میدم به تو سردت. چی بوده پروندت. تجاوز با دارو بیوشی به دختر عمت. اونجا میگفت چی بوده پروندت.
داستان دخترم برم در جریانم. خب گفتش که گفت چرا مثلا خالی بندی تو چیزی نری اما بگی فلان و این حرفا اینو گفت. حالا واقعیتش ما این حرفه خب ما مدرکی اینجا نیستش که بگیم که آره نگاه کنید اون ازدواج ولی به هر حال حرفیه که ببینیم که جوابش چیه. میدونی چی بهت میگم؟ دیگه یه بحث داستان جوابی نمیده واسه همچین داستان. آره ولی مثلا خیلی اسپسیفیکه میدونم خیلی زیادی مثلا داشتیم فقط اینجوری دیگه مثلا زیاد جنرال نیست بگی آقا یه جوری گفت اسپسیفیک رفته دستو با دارو میگوشه عمه آره فلان میدونی حالا نمیدونم دیگه باز ببینیم چی میشه. پسی میاد پسی کلت میدم به تو سردت چی بوده پرونده تجاوز با دارو بیوشی به دختر عمت گفتم به تعیین بیفه حقارته تو که شاکی پروندتم خونه وادته چیزی که عمل میرسی چل تا بیته چیزی که از شما میره پرده به کارته حرفم چه وای چیزی که عمل میره چل پنجه تا بیته درست گفتم خب یه چند تا بیت ما میدیم واسه شما آبروی سرتون میره پروندتون میره و ازتون خراب میشه. رسیدم که خانوادته شاید خصوصی گفت آره دیگه چون خانواده پشمام حاجی خیلی وسبده خیلی وسبده پشمام اروندتم خانوادته چیزی که عمل میرسی چل تا بیته چیزی که از شما میره پرده به کارته حرفم چفت بدون پرتیه بوست میکنه آب جوش کتریه داستان اصل سازمانی چیه کسخور همش کچیه رنتیه این ور بریدن برام اصل سازمانی هم بله با کسخور اینا همش فیلمه واسه مثلا وای به داستانه که مثلا وای به خطرناک و این حرفا این داستانه باشه بابا گچیه میدونی چی میگم یعنی فیکه. خب حالا گچی من نمیدونم گچی هم یعنی که فیکه دیگه خب ولی نمیدونم منظور که از گچی رنتی هم هستش اجاره یالا چی هستش چی اجاره برای عکس و صورت استفاده میشه. داستان اصل سازمانی چیه؟ مسخره همش کچی رنتیه. این ور بریدن برا من دو سال به جرم تولید محتوا فساد. اون ور بهم چسبوندن تو بسلی. یه مورد مدرک نزدن مثال. فقط فنام موندن کنارم. فقط فنام کردم باورم. از من فقط نفسام بسته که اونم بسته به نفسای مادرم. موندم بزنید همه وای وای. حاجی دیگه همه حرفام جا خیلی دوست داشتم. یعنی واقعا دنبال این بودم. یعنی که حاجی این جوابا رو هم بده که واقعا داد واقعیت. خب یعنی تلفن عمومی گذاشته واسه چی میخواد چه تاقی افته اینجا؟ حالا این دو ساله چی میشه؟ تعذیری بوده؟ نمیدونم چه جوری بوده؟ حالا مثلا قول دادی؟ میدونی چون اینجوری هم هستش دیگه. تو یه مدتی هم فعالیت نکرده شد همون درگیر پرونده اونجا هم درگیر هنوز باشه ما که نمیدونیم. خب به هر حال ولی خب جواب اون اتهامات بالاخره اومد متوجه ای مخصوصا اون داستانه اصلا گفت اینا من حرفا رو با تو فسک نجسته میشه دریا گاد پوری صدره مونده رو عرش دیساتونو بدید بهم باریکلا تو خوبه تو میخوام در اومد اشکات بیرم ترس اشتاد کسی میخوره پشمان تو بروشو پس داد هر که منو نشتاف بازیش نشو اشکات میرم ترس اشتاد کسی میخوره پشمان در اومد اشکات چی به خدا صدا داره من بهت میگم بازیش شدی اشکات چرا در اومد اشکات بیرم ترس اشتاد کسی میخوره پشمان اصلا نمیدونم دیگه چی بگم. یعنی واقعا قاب سازی نمونه ساخت انواع قاب های پی وی سی 2241614 تنها حرفی که تونستم بزنم همین بود متوجه ای؟ بله بله انوینگه حالا زا آخرش نیم خب همچنان پیرم چنان میرم من دونه صد و بنده دونه صد و بنده خب آسیا به نوبت آسیا به نوبت یعنی بعدی ها هم منتظر باشید واسه اینم یه تصدیق بیکی باشه با میگیریم این چیه؟ واسه اینم یه تصدیق بیگیم و داستانی که کشتیگیرهای هم که دارنشون میدن کشتیگیرهای شمالی اصلا فکر کنم جزو بهترین کشتیگیرهای ایران باشه. من خیلی واقعیت در مورد کشتی زیاد نمیدونم فقط در همین حد که تو باشگاهمون باشگاه جدا بودید دوستا بچه های کشتیگیر بودن خیلی خودش خیلی بودن با اینکه تازه اومدن مثلا خیلی ها رو میزدن. آقا ترک خیلی بمب بود خیلی جوابایی که برمیداد داد حرفای جدیدم زد. ببین این ترک من حرفی دیگه ندارم همون که گفتم نام قالب سازی متوجه ای تموم شد رفت. آقا دارم اینکه انوینگ رو خواستم میگم موزی ویدیو این تیکایی مثلا بازار رو نشون میداد و مثلا اون مکانیکی اینا داره انا اینا نمیخورد بهش مثلا اصلا لازم باکس خوب بود مثلا میدونی بعد شما چی رو گوش بکنی شما بعد مثلا آیسم گوش بکنی آره دوست دارم نمیدونم هومان آره. آره. گوش بکنی اون چیزا رو شما آره. اون قسمتی این قسمت به صبر ما آره. این قسمت آره. ما منیج میکنیم خب بچا ریاکت های پوبونی و این صحبت ها رو کیان این بعد میره خب این قسمت منیجینگش دست ماست بگذریم چیزی که بریم ببینیم آقا این سبک این داستانه خب این یه سبک خاصیه شما
حالا بگذاریم. نظر حال نکردم. نظر شما چی باشه تو کامنت ها بنویسید اگه ویدیو دوست لایک سابسکرایب زنگولیاتون نره. به نظرتون بعد از این چه اتفاقی میفته؟ کیا میان تو داستان؟ اینکه گفت آسیا به نوبت، یعنی که هیپولوژیست منتظر باشه. یادم نمیاد یه نفر دیگه تو ذهنم بود اون موقع که داشت اینو همینو گفت اومد تو ذهنم. ولی گفتم بعدم بگم. به هر حال ببینیم که چی میشه دیگه. بعد از این سری فدایی میاد من شک دارم. من نمیدونم اصلا واقعیت الان نمیشه گفتش. بعد فعلا گوشه بر نداشتم برم اینستاگرامو بچرخم ببینم که قضیه چطوری. ولی خیلی قوی بود خلاصه. آره. نظر شما محترم خب مناسبه تو کامنت حتما بذارین و دیگه طولانی شک کنیم تا ویدیو بعدی. فعلا.